الان اصلا آمادگی ازدواج ندارم. منم منظورم الان الان نبود. نه متاسفانه جواب من منفیه. میتونم یکم ازت پول بگیرم؟ نه. خواهش میکنم به من پول قرض بده. نه. به خاطر چی با خانم؟ این پدر خواستگاره. با تو صحبت کرده. قرار شده آخر این هفته مراسم عقد رو برگزار کنم. سارا جان، آقای نعمتی. از فردا هر جا بشینم یه متا از خون میترسیده، آبروشو میبرم. آقای نعمتیان بیمارستان بستری شد. حالا کدوم بیمارستانه؟ نپرسیدم. برو کنار ببینم. نه. آقا هوشنگ، دوماد از دست رفت. بدو هوشنگ بریم. زهره، من خوبم. آره از گردن و کله و پات که بگذریم عالی. ای بابا نخوره تو ذوقش. آب بابا این پشتکاری که آقای نعمتیان داره این چیزای کوچیک تو ذوقش نمیخوره. بری. آقای نعمتیان خوبی؟ نه. ای بابا درد داریم. میگه درد میاد و میره. ایشون زبونشون هم آسیب دیده. میگه جون ندارم. آقای رستمی، آقای رستمی لطفاً به اونجا. بازم از این حرف معروف خودش دار. چه قشنگ. میگی شما چرا اینجوری شدین؟ خب راستش خب جلو آشپزخونه لیز بود دیگه، منم خوردم زمین. آقای نعمتیان چرا اینجوری شدن؟ اینم لیز خورده. چواله؟ بله لیز خورده. نه من گفتن آخر هفته عروسیه، خوشحالی چشم سیاهی رفت، پلولا افتادم. واقعا؟ بله. از اون صحنه فیلم گرفتم، میخواییم ببینین؟ آره بله ببینیم. ببینی بفرم. خب این منم اینم بابامه، نه برعکس، این منم این بابامه. ما الان میخواییم خبر ازدواج داداشو بهش بگیم تا برای آیندگان باقی بمونه. این صدای قدمای داداشه، مثل همیشه قدمای مطمئنی داره. چی شده؟ بابا بهش بگی. چی شده؟ پسرم من دیشب با آقا عطا صحبت کردم. چی شده؟ هیچی، قرار شد آخر همین هفته مراسم عقدتون رو برگزار کنیم. میزان عشق و علاقه رو نگاه کنینا. یعنی شما به خاطر من 10 تا پلت سقوط کردین آقای نعمتیان؟ 16 تا به خاطر شما. بازم فیلم است. 16 تا پلت چیه خانم؟ علاقه شما داره من میکشه. راستش آقای نعمتیان منم باید یه اعترافی بکنم، من لیز نخوردم. وقتی خبر ازدواجمون رو شنیدم از فرد خوشحالی و قش کردم. ایبا چرا میخندی؟ شما برای که من خوشحال کنید این قش کردید، ولی همه میدونن که لیز خورد. نه بابا اینا میدونن من قش کردم. مگه نه؟ راست میگه قش کرد، حتی برادرش هم قش کرد. ایشون محاله به خاطر علاقه به من قش کنن، حتما لیز خوردن. لیز خوردم. حالا یه چیزی بود بین لیز و قش. من برای امروز وقت آزمایش گرفته بودم، اگه موافقیم بریم آزمایش بدیم. چه عجله ای آقای نعمتیان، بزنی اول خوب بشین حالا میری آزمایشم میدیم. ای زهره، گردن چه ربطی به آزمایش خون داره؟ آقای نعمتیان میگه بریم آزمایش بدیم، بریم بدیم تمومشو بده پی کارش دیگه. آقای نعمتیان کی بریم؟ الان بریم.
یه اون مریضا رو تو آسانسور بالا پایین کردم، حالا خودم رو تختم. به قول معروف کوزگر کوزه شکسته آب میخوره. نه اغلا این لغت نامه زنده اصطلاح بلده. نه جا نمیشه، شما برین، من با هوشنگ خان بعدم میرم. شما که رو تختین اول برین، من و هوشنگ بعدم میرم. من با ایشو کار خصوصی دارم. ببخشید چه کاری؟ مردونه است. بله پس ما منتظر میمونیم تا شما هم تشریف بیارید پایین. منتظری ما چشم گم زهره آقای نعمتیان تو دمه در آزمایشگاه اومده یا آقا هوشنگ کرد نظر من بدبخشم. از عشق طرق منفی دوست. بله منتظریم تشریف بیاریم. آقای دکتر اشتری، آقای دکتر اشتری لطفا با من. چی شده؟ ببین راستشو به من بگو. باجناق محرم باجناق، بگو. نه خیال تو راحت باشه، گردنم زود خوب میشه. خب پس چی کار داری؟ یاد دو روز تو بیمارستان ازم پول قرض کردی؟ بابا من یادم بره؟ من خوش حسابترین آدم روی زمینم. آخه من هی هرچی نمیگم تو هم هیچی به رو خودت نمیاری. انگار نه انگار. نگران نباش پرداخت میکنم. چی میگی بچه برو؟ این که تازه حرف زدن آقای نعمتیه. ببین هوشنگ پول آسانسور چه خوردن نداره. بابا چرا کلی بازی در میاری؟ خب پرداخت میکنم. دو روز دیگه عروسیمه، پولمو بده. این پولا گلت پای نمیره. خیلی خب بابا باشه میدم میدم. من به خاطر کم درازی نرسه گنده درازی به هم زدم. خیلی خوب بابا میگم میدم. آقا آقا ببخشید یه لحظه اون در رو نگر میداری. دست اون در نکن. دست اون در نکن. خدا را ندا به نعمتیان. مخلصه نعمتی آجا چی شده؟ هیچی، زدست دیده و دل هر دو فریاد بقیشم یادم نیست. تفسیره دیشم نابه پیشین سفیدی ها آقای نعمتی ها. گفت چی آقا میشن؟ آقا نعمتی ها بچه معروفه. من کسی نیستم، من یکم مثل خوده هوشنگ جان. سلام. سلام دختر. تو کی اومدی؟ من همین الان اومدم. پس چرا با ما نیومدی؟ شما انقدر عجله اومدین که اصلا وقت نشد. کجا میری؟ میرم آزمایشگاه. برای ازدواج. مگه نامه محضر گرفتی؟ با نامه میخوام. نه من از نفوذم استفاده میکنم، اول آزمایشو میدیم بعد نامه میاد. خب زهره جون شما اینجا بشینین، من خودم میبرم. خیلی ممنون باشید. برسه شما دردن. بریم آقا یه باشید. آخه همیشه آرزو داشتم همچین صحنه ای رو ببینم. آره صحنه قشنگه، ولی اصلا شبیه زوجی که دارن میرن آزمایش ازدواج بدن نیست. با مگه چشونه؟ خودی نگاه بنداز. سلام. عروس خانم خدا بد نده، پات کم بود سر گردنت هم اضافه شد. گردنبند و داماد براتون خریدم. میگم یکی هم برات بخره. آسانسور مرد؟ زبونتو گاز بگیر. آسانسور مرد یعنی چی؟ شیرین جون کی اومدی؟ چرا این پایین نشستی؟ ما اومدیم که بریم بیمارستان. بابا رضا؟ تو هم هرچی میشه بابا رضا. چی شده؟ هیچی، عطا زنگ زده برای اون قضیه بریم آزمایش بدیم. کاش کی می اومد دوره هم آزمایش میدادیم. آخه من آقای نعمتیانم امروز آزمایش خون بدیم سلامت. نه آزمایش من از اون نو نیست، یه چیز دیگه است. یعنی چی از اون نیست؟ یعنی آزمایش خون نیستش دیگه. یعنی چی؟ تو مگه نمیخوای بفهمی اون قضیه مثبتی یا منفیه؟ عطا آزمایش رادار. یعنی تو نمیخوای آزمایش خون بدی؟ چرا؟ حالا سر فرصت اول همین آزمایش رادار رو بدیم، سوء تفاهم ما برطرف بشه، بعد حالا یه چکاپ کلی میدم دیگه. همین امروز هم خون هم رادار. خونو تهی نکرده بودیم. واه می دروسته تهی کنی. خب برو دوتاشو بده قال قضیه رو بکن تموم بشه بره بکارش دیگه. من آقای نعمتیانم رفتیم دادیم من امروز. نه
هرشیه بیا بریم. کجا میخوای بری شیرین؟ تا تقی به توقی میخوره دست این بچه رو میگیری بریم بریم. زهره جون من اگه تا امروز شک داشتم که ایشون معتاده، امروز دیگه مطمئن شدم که معتاده. چرا؟ من خودم سرچ کردم تو اینترنت. اگه شما تا یه ماه و نیم قبل چیزی مصرف کرده باشی فقط خون نشون میده، نه رادار. چرا نمیخوای خون بدی تا؟ نه خونه بابا برو خون بده. برو. نه بابا جون خب برو خون بده. بلش کن بیا بری. من نمیام همش من میبره این بر من میخوام بشه هوشنگ باشم تا دوام تم نشه من همینجا. خیلی خوب خودم میرم. خدافظ برای همیشه شیرین. بشن کنار. شیرین شیرین کجا میری؟ وایسا وایسا. حتی بریم بیرون. چرا؟ کارت دار. خب همینجا بگو. تنهایی یه چند تا سوال با جواب بدیم. خب همینجا بپرس. جلو بچه؟ آره. خیلی خوب تو واسه چی نمی... باشه بیا بریم. دوباره شروع کردی؟ چی رو شروع کردم؟ چیزی میکشی؟ به تو ربطی نداره. پس چرا آزمایش نمیدی؟ میدم. آزمایش خونو میگه. از آمپول میترسی؟ نه. از خونو آمپول میترسی؟ نه. اگه از چیزی میترسی به من بگو. بترسم؟ حالا چای چندشم بشه. چندشت میشه؟ مگه سوسکه که چندشت بشه؟ از آمپول میترسی؟ ببین من هیچ علاقه ندارم به تو کمک کنم و الانم چون پای زن و بچت وسطه دارم میگم. از آمپول میترسی که نمیری آزمایش بدی؟ نه. ببین من میتونم از سارا بپرسم، شاید یه رای دیگه ای وجود داشته باشه ها. برام فرقی نمی کنه. پس نپرس. دوست داری بپرس؟ تو خودت نمیخوای بدونی؟ حالا برای اطلاعات عمومی بد نیست. باش بپرس. خوشنگ اینو به کسی نمیگی؟ چیو؟ همینه. نمیگی خوشنگ؟ آشتی نیستم و روز زیاد نشم. چیه تو؟ تو واقعا حامدو بردی کمپ؟ آره. راست میگی؟ آره. خیلی مردی. ممنونم از تو. سعید حامد الان کجاست؟ میگم حامد الان کجاست؟ با تو هم میگم حامد کجاست؟ بیا بگی بشی. سعید خیلی ازت متشکرم. خواهش میکنم. ببین من الان بیرون داشتم با عطار راجع به قضیه صحبت میکردم، خودش گفت که با هم حامد آوردین کمپ. بس یعنی من قضیه رو میدونه. واقعا؟ آره دیگه. پس یعنی قبول کردین که حامد کمپ بوده؟ آره. آره دیگه. پس یعنی دیگه این راز نیست؟ نه. چی شد؟
راحت شدم دیگه، این رازه تموم شد. سعید من واقعا به تو افتخار می‌کنم. ببخشید. میدونی تو کلن به خودم رفتی، منم مثل تو هم. این سینه مخزن اسراره، اصلا جلو من سر ببر. همین الان دایت یه رازی رو به هم گفت. میخوای بهت بگم چه رازی؟ نه 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 نه. واقعا بخوای میتونم بهت بگم ها؟ نه دیگه نمیخوام دیگه. آفرین سعید، آفرین. میخواستم امتحانت کنم ببینم هنوزم رازدار هستی یا نه. راز مال شماست، من رو میخواستی امتحان کنی؟ راست میگه. آیه چته تو هم؟ حامد الان کجاست؟ نمیدونم، وقتی یک کمپ فرار کرده دیگه خبر ندارم. یه زنگ بهش بزن. چرا؟ بچه برادرمه ها، نگرانشم. من نمیتونم، خیلی گفته نگه. سعید جان، بابا قضیه راز دیگه تموم شد. آره راست میگه. خب پس زنگ بزن. فقط نگی من اینجا هستم ها. این شمارش چند بود؟ تو گوشت نداری؟ آره راست، این حافظه خیلی داره اذیت میکنه. الو حامد، سلام، خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ همه خوبه؟ خب من فرار نکردم، یه کاری بیرون داشتم رفتم اونو انجام بدم. خیلی سخت میگیرم بابا اونو، من خودم دارم ترک میکنم. برو 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 پشت اون سطل است. برو برو پشت اون سطل است. آها همونجا برو. چی نگران منه؟ مگه به عمو گفتی؟ نگیو به عمو سلام برسون. ببین اصلا سلام نرسون. کاری نداری؟ میگم سلام نرسون. نگی منو اصلا، نگی با من حرف زدی. خدافظ. کی بود؟ خدافظ. کیه؟ پسرم. الو برو برو درخته رو رد کن، دارم میبینم من درخته رو. آه پشتش امشازا بردو برو. توشه میکنی؟ مگه شما از آمپول میترسی؟ من دارم سالی دوبار خون اهدا میکنم، من بترسم؟ نه، برای کسی دارم میپرسم که اون میترسه. کنجکاوی بدونی اون که؟ نه اصرار کرد که کسی اسمشو ندونه. پس نباید بگین. خیلی میترسه. اشکالی نداره، درستش میکنیم. ببین میشه بیهوشش کرد بعد ازش آزمایش گرفت؟ وا بابا، برای یه آزمایش ساده که نمیان آدمو بیهوش بکنن. آخه تفرک خیلی میترسه، خرس گنده است، اما عین چی میترسه؟ از اقوامه. میدونه که با این سوزنایی که از بچه ها آزمایش میگیرن، با اونا ازش خون میگیریم. سوزن بچه ها؟ آره. از درد نداره نه؟ اصلا. خوبه، خوبه، همین کارو میکنیم. آزمایش اعتیاد میخواد بده ها، اگه گفتی که چه فرقی میکنه؟ آزمایش آزمایشه، هر کی که هست. آخه چون تو پزشکی، محرمی، میتونم به تو بگم. وقتی خودش نمیخواد بگه خب نگین بابا. راست میگه. پس بین خودمون بمونه. چی؟ اینکه دایی عطاات میخواد آزمایشی اعتیاد بده ولی از آمپول میترسه. ای بابا، من که میدونم دایی عطا از آمپول میترسه. شما چرا انقدر اصرار دارید به من بگین؟ هر کسی یه نقطه ضعفی داره دیگه. من کی اصرار کردم؟ تو چرا در نزده میای تو؟ اونو که هیچ وقت نمیزنم که. خب اشتباه میکنی؟
شاید ما داریم درباره کسی یه چیزی میگیم که نمیخوام کسی دیگه ای بدونه. کی اومدی تو؟ دیدین دیگه، همین الان دیگه. یعنی قبل از این که من بگم دایی عطات از آمپول میترسه یا بعد از اون؟ نه چیزی نشنیدم. ها، خاله گفتش که من شب برم بیمارستان بالا سر آقای نعمتیان. چرا؟ گفت بهتره یکی از خانواده ما بالا سرشون باشه. آقا سعید چه بیا بابا، بیا نترس، بیا. واقعا بهت افتخار میکنم. خودتو لوس نکن دیگه. تو هم به چی افتخار میکنم؟ برای اینکه به فکر خانوادتی. کی؟ تو خیلی راحت میتونستی بگی به من ربطی نداره، من باید سر جای خودم بخوابم. منم همینو گفتم. خب پس الان اومدی اینجا چی بگی؟ چه خاله دوباره گیر داد، بعد گفتم که بیام به شما بگم شما بریم. کیک بستنی میخوری؟ تو خجالت نمیکشی؟ چرا؟ اومدی تو اتاق برمیگردی به بابا میگی که من حال ندارم برم بیمارستان، تو برو. نه من هیچ وقت به بابا نگفتم تو، من همیشه به بابا میگم شما. سعید، این بابای بیچاره صبح تا شب میره سر کار، خسته برمیگرده، بعد بهش میگی پاشو بری بیمارستان. بابا که صبح تا رسیده داره برگشت. با تو دارم حرف میزنم، چرا خیره شدی به دیوار؟ ترجیح میدم صدای تو رو تصویر مسی بشنوم. سعی چرا اینقدر اذیت میکنی؟ هر بار نشستی پشت فرمون تصادف کردی، هر بار رفتی هم ماشین یه چیز بیاری یه کار کردی ماشینو بردن. تو همون وقت تشخیص میدی اشتباس. الان کم آوردی اینو گفتی؟ تو دکترم متخصص چی بودی؟ من متخصص هیچی نیستم، ولی گربه مردمم نمیذارم له کنم بعد بگم من گیاه خورم. آخوشان بیا دادی میگی بیمارستان، این رو بخواد دست. این همه؟ وا تو خونه که دارن این همه توش سکته میکنن دیگه دوتا کمپوت پیدا میشه. این الان دوتاست؟ آقای نعمتی ها اون دفعه این همه کمپوت آورد، نمیشه که ما کم ببریم. من میرم بیمارستان. ای تو هم میخوای بری؟ نه فقط من میرم. چرا؟ خب من میرم پیش آقای نعمتی ها، بمونم شما خونه استراحت کنی. مسخرم کردی؟ نه. چی میخوای سعید؟ ببین از این گوشی موشی گرونه برات نمیخرم ها. چیزی نمیخوام، خودم دوست دارم برم. میگم میخواین دوتاتون بری ها؟ نه همون یکیتون بری. مطمئنی میخوای بری؟ بله تصمیم خودمه. آخه ببین آقای نعمتیان چقدر محبوبیت داره که همه صف بستن شب برم پیشش بمونن. خیلی مردی، واقعا بهت افتخار میکنم. ببخشید. چی شده بابا؟ با خودتون حرف میزدی؟ نه هیچی، داشتم میگفتم که واقعا بهت افتخار میکنم. به من؟ چرا؟ خودم هم نمیدونم، پدرم دیگه. بابا امروز به رئیستون جواب منفی دادم، برای کارتون بد میشه؟ اصلا مهم نیست بابا. یعنی ممکنه اخراج بشین؟ اخراجم بشم نمیذارم تو تصمیمی رو که دوست نداری بگیری. خیلی ممنون بابا، منم به شما خیلی افتخار میکنم.
سارا. بله. میخوای به پیشنهادش فکر کنی؟ نه. من بهت افتخار میکنم. سارا. بله. پسر خوبیه ها. واقعا بهت افتخار میکنم. سعید این کمپوتر تو آوردی؟ آره. خودت خریدی؟ سعید آی یه شب اومدیم بیمارستان اگه گذاشتی بخوابی؟ سعید میگم این کمپوتر رو تو خریدی؟ نه خالم فرستاده. بابا پاشو جای منه بابا. بذار ما یه ساعت بخوابیم بعد تو بیا. برو برگشتی با؟ گفتم میام یه سب پیشت بشینم برمیگردم. یه کمپوت واکن بزنیم. این داره زیبا خانوم داده من خودمه. خانوم محمدی لطفا ساعت 7:30 من یه ربع 8 اونجا 15 دقیقه قبل از شروع ساعت کاری. خیلی خب بابا حالا ما 2 روز دیر کردیم. حالا 3 روز. آره اومدم خداحافظ. مشیری خیلی نگرانه. البته حق داره ها. 3-4 روز من دارم هی دیر میرم. البته نه اینکه کسی بخواد چیزی بگه ها، ولی جلوی کارمندا صورت خوشی نداره میدونی؟ یاد میگیرن. سارا خانومم دیروز زد تو برجک طرف، امروز عقده‌ای بازی در نیاره خوبه. ناچرا صبحونه میخوری؟ چرا نخورم؟ خب من میخوام برم آزمایش بدم. ناشتا. خب تو برو به من چه؟ آزمایش اعتیاد که نمیخواد ناشتا بشه آدم. تو هم الان هی اعتیاد نکن دیگه. بعدش هم میخوام برم آزمایش کامل بدم. چکاپ کامل. آها برای چکاپ کامل چرا باید ناشتا بشه؟ حتی جون میخواد بعد عمری خون بده. میخواد عمری خون بده.
کو تا دوباره شهامتشو پیدا بکنه جلوی سرنگ آسینشو بزنه بالا. خوبه من دارم میگم ناشتام هی داره صبحونه میخوره. تو میخوای خون بدی من صبحونه نخورم؟ اول صبحی خون ران انداز دیگه، اینا حالشون بد میشه. بچم جلوی ناشتا نمیشه اینجوری صبحونه رو دلوپی بلومونن، دلش میخواد. اینا میخورن چیزی نیست، من میخورم دلت میخواد؟ این بچه هستی. منم قبل از اینکه عطا بیاد خورده بودم، الان فقط داشتم چایی میخوردم. برم دیگه دیرم میشه، الان چند روز دیر میرم سر کار، اگه امروزم دیر برم دیگه کلم و کنده. خانم زرین؟ بله، هم کلاسی سابق شما. سواره خیلی سب که حالا منم بیام کجا؟ هم سر کار دیگه. تو امروز میخوای بری سر کار؟ یعنی چی؟ عرشی ها رو کی نگرداره؟ بابای خوبش. من دارم میرم آزمایش بدم. خب بچه تام ببر. من بچه‌مو بردارم ببرم بیمارستان پدرشو تو این حالت ببینه؟ یه جوری میگه تو این حالت ببینه. خیلی خب میمونه خونه پیش سارا. نه، دایی از من خواسته حتما باش برم بیمارستان. معلومه، یه دکتر باید دور برم باشه یا نه؟ یه خون میخوای بدی یا تیم پزشکی پشت سر خودت را میندازی؟ چی؟ میخوای نرم آزمایش بدم. عطا بریم. شما کجا؟ بیمارستان دیگه، کجا؟ سعید هست که؟ آره خیلی، زنگ زدم گوشی سعید، آقای نعمتیان برداشته، میگم چرا یواش حرف میزنی، میگه از دیشب تا حالا سعید و داداشم و بابام خوابن، میترسم بیدار شن. سعید که هست. خلافه من برم تو دیگه خواهی بیشم. حسنگ، من به اصرار شما دارم میرم آزمایش بدم، بچه رو نگردار دیگه. گرفتاری شدیم آقا رضا که هست، بذار پیشش خودم یه ساعت دیگه برگشتی. بابای خوبم خودش به پرستار احتیاج داره. این زن من یه روز این بچه رو دست من سپرده، ببین چه علم شنگی برای من درست کردی. سارا بودو، بریم دیگه، دیر بکنیم من خون نمیدم. بریم بریم بریم. سارا سارا من نیکا، من خوبم. عالی عالی. بریم بریم دیر شو. بریم بریم بریم. بیاد بیاد کجا؟ برم اشیا رو بیدار کنم دیگه. از سمت بچه نمیری یا؟ چرا؟ بچه باید خواب طبیعیشو بکنه، بین 14 تا 16 ساعت. 16 ساعت خواب طبیعی بچه است؟ خرسه مگه؟ مادرش یه روز این بچه رو داده دست من، یه روز. آخ، پول بده. پول چی بدم دیگه؟ ماشینمو که ازم گرفتین، بچه‌م هم داریم بعد موقع بیدار میکنین، خونم هم میخواییم بکنین تو شیشه. بیا بگید برو برو برو. ممنونم. خواهش میکنم.